طرفدارای مویتای درخواست کرده بودن مبارزه مویتای بذاری اونم چه بهتر که از یه ایرانی بذاری سجاد ستاری کاملش البته سجاد ستاری نجات هست همین چهره که میبینید دستکش های آبی داره در مقابل جک آپیچات مویتای در رقابت های پیت در تایلند داره برگزار میشه ببینید همدیگه رو چقدر قشنگ دارن میسنجن ریچ ادوانتج بهتری داره دست و پای بلندتری داره سجاده سدتاری و این دیگه موتای حرفه ایه موتای حرفه ای خیلی داستان پیشیده ای داره در تایلند خیلی از بتو این موارد روش اثر میذارن حتی رأی قاضی ها رو میتونن عوض بکنن تو تایلند این اتفاقا میافته. این چقدر نرم دارن کار میکنن پوشکیک میزنن یه حالت اولش یعنی رقص داره مثل این مراسم جالبی داره ریتم باحالی داره استایل باحالی داره و میدونی که ضربه های با نی میتونن بزنن با آرنج هم میتونن بزنن و این درو کردن هم داره اینا همه امتیاز داره وقتی میزنن زمین متولد 1380 سجاد 28 مرداد نام مستورش هم سوپرمنه و فایتر خوب یا 178 سانتی متر 65 کیلو وزنشه و عضو تیم ملی مویتای 4 سال متوالی بوده مدار نقره جام جهانی موتای رو هم داره در کازان روسیه سال 2016 مدال طلای مسابقات جهانی موتای بانکوک سال 2017 رو داره مدار نقره کاپ اروپا رو داره که در آنتالیا برگزار شده سال 2018 و مدال طلا و جام تکنیکی ترین بازیکن جوان کاپ اروپای آنتالیا رو از آن خودش کرده اینجا چقدر هم قشنگ داره حریفش رو میسنج یه دونه جپانش بهش میزنه ریلکس دارن کار میکنن حریفش هم تایلندیه رانده یکم که داره به سرعت رو به اتمام میره سی ثانیه بیشتر تا رانده اول به پایان برسه نمونده یه های کیکو حریفش میخواد بزنه که ریلکس میره عقب خیلی ریلکس چشاش داره خوب کار میکنه یه دونه فرانت کیک به صورت حریف میزنه صدشو نمیذاره این انرژی رو داره سیف میکنه ریلکس داره کار میکنه با حریفش نیست که حریفش یه دونه اوبرهند میزنه در برگشت سچه یه لوکی که جپانچ و راند اول با لبخند به اتمام میرسه دیدی سجاد چه لبخند نیزد سجاد ونا مویت های حریفش هم جک آپیچاد مویتای میره گوشه رینگ و صحبت های مربی رو دارن گوش میکنن البته سمت سجاد من دیدم مربی صحبت نمیکرد باید داشت یه اداریش انجام میداد این برم همینطور سلطان ماساژ دیگه تایلنده تا آه اینجا داره صحبت های اکمیلو رو باش انجام میده و آماده میشیم برای اینکه راند دوم رو براتون گزارش بکنیم راند اول که جورایی بیشتر معرفیه سجاد بود خیلی جوونه خیلی آینده داره 15 سال همه هم کچکتره دمشگر به <تص> گزارشگر خیلی هم می‌نویسیم گزارشگر جوان آفرین سجاد آفرین 15 سال کوچیک‌تر از منه و کلی مقامهای عالی هم کسب کرده میریم برای اینکه راند دوم رو براتون گزارش بکنیم سجاد ستاری زادگاهش هم استان البرزه ماشاءالله چه استراحت طولانی هم دارن تو های بین دوتا راند خیلی استراحتشون طولانیه مراسم های خاصی خب بیان دست هم خوش میکنم بدن هم خوش میکنم و حالا آغاز میشه راند دوم این راند قطعا کم سنگینتر خواهد بود هم رو سنجیدن یه کیک یه دفاع میشه گارداشونو ببینید چقدر قشنگ نزدیک هم که میشن گارداشونو یارم بالا دلیل نیست که حالا همیشه گاردت بالا باشه شما که حرفه‌ای باشی وقتی فاصلت با حریف حفظ شده باشه و بدونی حریفت نزدیک نمیشه میتونی دست بندازی پایین دیگه یه لول بالاتر حرفه یا میتونن انجام بدن نماها خب مبتدی باید همیشه گاردشون بالا باشه یه کیک اومد بزنه فاصلش حفظ کرده صدش اصلا نمیذاره بیشتر انرژیشو داره سیو میکنه حریفش هم دنبال موقعیاتی که بیشتر با بوکس داره زربش میزنه یه پوشکی که عالی یعنی حالت فراند زد وسط فکه حریفش اومد متاکیلش بکنه که اصلا بهش راه نداد سجاد ریلکس داره کار میکنه جب پانچ کیک یه کف کیک هم حریفش بهش میزنه لیور کیک آکی چقدر قشنگ این موتای روبرو هم دیگه وای میستان عین کیوکوشین همینطوری به هم ضربه میزنن ولی بله خب کیوکوشین شما به سر صورت نمیتونی بزنیم میزنن قشنگ روبرو هم وای میستان وای ریتم موزیک خاصی هم که داره موتای و خیلی بدنای قرص و محکم و سفتی دارن خیلی بدنای قرصی دارن تامینایی هم که میکنن خود تایلندیا دیدین که درخت موزو میزنن میشکنن و نه یکی نه دو تا کلی زیاد و بدنسازی های خیلی خوبی دارن و قهرمانش هم دیدین دیگه براتون گذاشتیم خیلی زیاد از مبارزاتشون رو واسه بوکاو و فایترهای دیگه چقدر قشنگ جاییه لفوکو میزنه گاردت که بالا باشه انگار نه انگار هیچ اتفاقی نمیافته فاصله شما حفظ بکنه در برگشت اومد یه دیور کیک بزنه که موفق نشد ببینید ستاری با پای فاصله رو حفظ میکنه حریفش تا میخواد نزدیکشه میره عقب و در برگشت ها ضربه رو میزنه توی موتای مبتدی حالتی هستش که امتیازیه اینجا دیگه کلاه نداره حالت حرفه ایش هست چند تا ضربه رو میزنه ببینید چه دفاع عجیب و جالبی کرد ستاری میرن در کلینچ هم کلینچ کردن ستاری ریلکس داره کار میکنه انگار اصلا میدونه که حریف قراره ببره خیلی ریلکس انگار از آینده خبر داره این مدلی که داره مبارزه میکنه باز اومد لیبر کیک بزنه که دفاع شد کیک دفاع و راند دوم به اتمام رسید جک هم دست شابت برای من بردم این راندو روحیه سجاد روحیه بالاییه اینی هم که ریلکس کار میکنه خیلی جالب و خوبه و ببینیم در راند سوم چه اتفاقی میفته های آیسته رو با هم میبینیم اینجا بود که دونه رایت پانچه محکم و خوابون به صورت ستاری همونو در برگشت فرانکیک زد تو صورتش به سبک اندرسون سیلوا که به ویکتور برفورد زد ستون رو خراب کرد و برد پایین ولی اینا خیلی قرص واقعا موتای خیلی قرصن تو ایستاده خیلی قرصن آرنج رو ببینید آرنج محکمی زد به ستاری و بعد ستاری کلین چش کرد ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته میریم برای گزارش راند سوم خیلی جالبه هم مربیشه هم ماساژورشه هم کاتمنشه همه چی با هم مربی چندگان سوز این همینطور هم اینطور تای این ماساژ هم بهشون میدن تتوش بوده زیر بغلش بود از ولش سایه افتاده بود سایه افتاده بود هم یه خط رفته پایین خب بین رانداشون ماشاءالله خیلی استراحت میکنن و گرم هم دارن میکنن خودشون خب دوباره داور خوش میکنه آماده میشیم برای گزارش راند سوم راند سوم آغاز میشه هم دیگه رو دارن باز دوباره میسنجن ستاری یکم رو به جلوتر باز داره کار میکنه حریفش داره چند تا کیک میزنه کامبینیشن خوبی رو اینجا میزنه ستاری جب جب یه دونه نیه خوب به شکم حریف یه دونه دیگه حریفش هم داره مش بزن آرنج محکم داده آرنج شروع شد حالا درست شد حالا مبارسه ضربه های خوبی ها دارن به هم وارد میکنن حالا جنگی شد بعد از دوران خیلی ریلکس رانده سوم ببینید جنگی دارن آغاز میکنن نی به هم میزنن زانو میزنن آرنج های محکم میزنن کلینچ کردن ببینیم چه کاری انجام میدن چند تا زانو دیگه به شکم هم دیگه دارن میزنن در کلینچ و داور میاد که جداش میکنه این ها خیلی خطرناکه هر یه دونش واقعا دردناکه میتونه تو ناکاوت بکنه یکی رو باز دوباره یه دونه اوورهند دیگه دران هم دیگه رو ببینید چقدر ضربه های این آرنج میزنه اون آرنج میزنه هم دیگه رو واقعا دیگه اصلا برانداز که نمیکنن دارن ضربه های مکم میکن میزنن دیگه اینجا اومد اسلمش بکنه خوب ضربه هایی رو به هم زدن اینجا و به کاتی که ایجاد شده روی صورت حریف سجاد دکتر باید چکش بکنه یه کاتی ایجاد شده کات کوچیکیه و دکتر باید ببینیم که اجازه میده که ادامه بده مبارزه رو یا نه چند تا سوال هم ازش میکنه میگه میتونه ادامه بده میتونه ادامه بده و مبارزه ادامه پیدا میکنه در راند سوم یک دقیقه مونده تا پایین راند سوم ببین خون داره میاد از صورتش ها اون داره میچکه ضربه که زد یه ذره همچین جنگی ترش هم کرده وقتی ضربه رو خورد در کلینچ خدا کلینچ رهاشه با گردن کنترلش میکنه اینجا دیگه برای زیرگیری میخواد قام کنه بلندش کنه بیاد یه لحظه شد ام باز فرانت کیک پوش کیک قشنگ کامبینیشن زد آی ولی خوب دفاع کرد جا خالی داد سطح چه فرانکیکایی میزنه مستقیم تو صورت سه چهار تا پشت سر هم زد به صورت حریفش اومد یه دونه آرنج هم بزنه نخود سر صورت حریف رو مثل آبشار داره خون میریزه پایین ازش نگاه کنید باز دوباره آرنج محکم میزنه در کلینچ حریفش خوب دیگه باید کلینچ کنه دیگه چون صورتش نگاه کنید صورت رو ببینید صورت رو ببینید باز داور نگه داشت من نمیدونم چرا دستش بره بالا به عنوان برنده الان اگه پزشک بگه تمامه که بازنده ای دستو چرا میبری بالا پزشک چک میکنه برای بار دوم میگه تمام نمیتونه ادامه بده آزنده شد و سجاد ستاری پیروز این مبارزه میشه چقدر ضربای محکمی زد این پاره کرد شکاف داد اصلا اون آرنجی که زد شکاف داد بعد فرانت کیک فرانت کیک فرانت کیک زد و تمام کرد کارو میره ببینید چه قشنگ احترام هم میذاره به حریفش و پیروز اون ورزش ما سالا هم خیلی ترتمیز و اصلا نگاه کنید انگار عکس پرسونلی داره میگیره ترتمیز خیلی ریلکس انگار نه انگار مبارزه کرده صورت ببین آه فایتر به میگن ریلکس خوب مبارزه کرد باری کلا سجاد حالا صحنه آستر ببینیم این جینی این جینی دیگه عجب بابا شکم و دل و روده که هیچ کلیه رو میره پایین وحشتناک چه ضربه محکم حریفش داشت میزد اینجا رنج زد با ظهر اینجا چند تا کامبینیشن آ تاتوش اون خطه اینجا رنج زد با ظهر و ابرو رو پاره کرد این آرنجا وحش وای 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 این آرنج بود این آرنج بود این آرنج بود و سر و صورت خونی که باز آرنج رو میزنه و تموم میکنه کار رو الان یه سری ها مینویسن که بعد زره پهلوان باشی و وقتی که حریفت خون میاد مثل آقا تختی نری اونجا رو بزنی دوستان مبارزه است مبارزه است برای اینکه بخوای ببری بعد این کار رو انجام بدی داستان های یکی بود تختی یه نفر بود خدا رحمتش کنه واقعا مرد بزرگی بود ولی بله اگه همه بخوان شبیه آقا تختی رزم بکنن در رشته رزمی هیچ کس نه مدال باید بگیره نه یعنی فقط باید بیاد اونجا احترام بذاره اگه میبینه حریفش دهت گرفت بره کنار در صورت مرد بزرگی بود این کار رو انجام داد ولی رقابت اینه که شما اومدی و قوانین خوندی و پذیرفتی که این کار انجام بدی و ستاری هم خوب کار کرد پیروز مبارزه شد و بهش تبریک میگیم هیچ کس هم آقا تختی نمیشه اون قضیهش متفاوته کشتی هم البته فرق میکنه با موارد رزمی چون خیلی از دوستان نوشته بودن تو کامنت خواستم اینم توضیح بدم مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید اینجا ویدیوهای دیگه هم براتون پیشنهاد میشه که حتما اونها رو هم میتونید ببینید لطفا ما رو سابسکرایب کنید دکمه زنگوله رو بزنید که هر ویدیویی ما گذاشتیم بتونید مشاهده کنید مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید خدا نگهدار به سبک سجاد ستاری خداحافظ پق